لب میشه، میشه آب صفر. آب هم قطعا گرم میشه، میشه آب تتا. از اون طرفم یه آب سرد دارم، سرد میشه، اونم میشه آب تتا. تو فاین آقا انتهای مسئلمون یکیه. حالا بیام گرمه ها رو بنویسم. گرمه ها رو بنویسم. میگه در ظرفی 100 گرم آب سرد، 100 گرم هم یخ. میگم خب یخ صفر شده آب صفر MLF، بعد MLF به اضافه بعد MC دلتا تتا، MC دلتا تتا مساوی صفر، مساوی صفر. خب ببخشید، خب مساوی صفر. حالا بچه ها دوباره 100 گرم 100 گرم 100 گرم اما میره. حالا بیا عدد بذار. الف امون چنده؟ 3 3 6 3 تا 0 سیمون 4000 دیم. دلتا تتامون چقدره؟ نمیدونم که میشه تتای منهای صفر. واسه این دارم می‌نویسم. تتا منهای صفر. اون یکی چیه؟ سی دوباره 4200 دمای نهایی تتا منهای 100. این معادله قبلیه، یعنی اون سالی که کنکور این اومده، یعنی بالایی اومده، اینو بچه ها دیده بودن. بعد تتا میشه 10 درجه طبق حرف خودت. رو سر کردم یا نه؟ رو سر کردم یا نه؟ دمای نهایی منهای اولیه تتا منهای صفر، تتا منهای صفر، تتا منهای صد، نهایی منهای اولیه دیگه، دلتا دیگه. خب بچه ها تیپ سوم، تیپ دوم دیدی چه راحت بود؟ حد زدم که آب، یعنی فهمیدم که آب یخه رو زود. تا اینجا یه اوکی بدید بریم سراغ تیپ آخر. خب بچه ها حالا فرض کنید ماده نهایی رو از من بخواد، بعد منم هیچ ایده‌ای نداشته باشم، یعنی مثل سال قبلی ها آب جوش نباشه که مطمئن باشم که آب یخه رو ذوب کنه، یعنی هیچ ایده‌ای نداشته باشم که آیا آب قدرت اینو داره که یخه رو ذوب کنه
یا یخه قدرتش بیشتره، آب رو منجمد میکنه، اینو ندونم. یا میگم یه حرکتی بزنیم. بچه ها فرض کنید آب گرمایی که از دست میده، از گرمایی که یخ نیاز داره تا ذوب شه بیشتر باشه. اون موقع نه تنها یخ رو ذوب میکنه، بلکه آب حاصل رو هم گرم میکنه، گرماش بیشتره دیگه. یعنی یه قسمتی صرف ذوب یخ میشه، یه قسمتیش هم صرف گرم کردن آب حاصل میشه. یا فرض کنیم یخه گرمای بیشتری نیاز داشته باشه، این میشه همون حالتایی که قبلا دیدیم، یعنی آب زورش نمیرسه تمام یخ رو ذوب کنه. بعد آب و یخ داریم دیگه، آب و یخ هم که چند درجه است دماش؟ صفر. اگه گرماشون مساوی باشن که در این حالت قطعا هر چی یخه آب میشه، آب صفر. حالا قبل اینکه از این نکته ها استفاده کنم، باید یه نکته ای بدونم بچه ها. اون سوال هایی که انتهای مسئله مشخص نبود و نتونستم هم حدس بزنم، میام واسه خودم قرارداد میکنم، میام فرض میکنم انتهای مسئله آب صفر درجه دارن. میام فرض میکنم انتهای مسئله آب صفر وجود داشته باشه. این راحت ترین حالتیه که من باهاش میتونم سوال رو حل کنم. پس از اول اگه سوالایی داشتم، یعنی تیپ سوم، اگه سوالایی داشتم که انتهای ماده ها مشخص نبود، انتهای تعادل مشخص نبود، میام فرض میکنم انتهای تعادل آب صفر، حل میکنم. اگر فرضم درست باشه که تمومه، اگه نباشه تهش یه اصلاحیه میزنم و مسئله رو درستش میکنم. ها یعنی چی؟ تیپ 3، وقتی دمای تعادل و ماده نهایی باقی مانده در ظرف مشخص نباشد و مجهول مسئله نوع ماده و دما و مقدار آن باشد، در این حالت ماده نهایی را آب صفر فرض میکنیم، برای آب و یخ جداگانه کیو به دست میاریم، مقایسه میکنیم و مسئله رو حل میکنیم. حالا مقایسه میکنیم یعنی چی؟ خب اینجا فقط من یه خواهشی از بچه ها دارم. یکی از بچه ها، حالا یا شاهانی یا درویشی نمیدونم، این عددی که من دارم حساب کتاب میکنم، عددی که دارم مینویسم و ضرب و تقسیمش رو سریع انجام بدن، بگن که من وقتم اینجا سر حساب کتابش گرفتن، چون اینا رو باید دقیقا عددش رو به دست بیار. اوکی. حالا میگه 800 گرم یخ صفر داریم، 800 گرم هم آب 60 داریم. اگر فقط بین آب و یخ تبادل صورت بگیره، و سی و الف هم اینا باشه، پس از برقرار تعادل چی دارم؟ میگم خب من یه دونه یخ صفر دارم، پس از برقرار تعادل نمیدونم چی داریم که. میگم خب یخ رو فرض کن بشه آب صفر، از طرفی یه آب 60 هم دارم که اونم میشه آب صفر. حالا فرض کردم ماده نهایی صفره، هرچند خودش هم گفته ما چند کیلو آب صفر دارم، یعنی این فرضم قطعا درسته. حالا من بیام واسه این گرما رو حساب کنم، گرمای این MLF، یعنی گرمایی که نیازه تا یخ صفر بشه آب صفر.
واسه یه پایینی گرمایه میشه MC دلتا دلتا، یعنی آبه میخواد خنک شه. اینا رو جدا جدا حساب کن. گرمای بالایی امش 8 دهم، LFش هم 3 3 6 3 تا 3. اینو به من عدد میگید الان. گرمای پایینی هم دوباره 8 دهم، 34200. تغییر دماش هم 20 تا سیگار منفی مثبتش اینجا زیاد به درو نمیخوره. این دوتا رو یه دوتا عدد رو هم بگید سریع. خب اولی رو میگه 26 8 8 2 تا 0، 26 8 8 2 تا 0. پایینی چی؟ 201 600، 201 600. حالا حرفای من رو گوش بده. میگم اگه یخه بخواد کامل ذوب بشه 268 تا انرژی میخواد، اون خوردهشو ولش کن. یخه وقتی بخواد کامل ذوب بشه 268 تا انرژی میخواد. حرفامو گوش بده چون بعدش همین یه بار توضیح میدم، بعدش واسه ندارم توضیح بدم. اینم منفی. آره یخه برای اینکه ذوب بشه 268 تا انرژی میخواد. آبه برای اینکه خنک بشه کلن 201 میتونه گرما تأمین کنه. یعنی چی؟ یعنی گرمایی که این آبه داره تأمین میکنه کافی نیست. برای چی کافی نیست؟ برای ذوب یخ کافی نیست. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی این زورش نمیرسه همه یخ رو ذوب کنه. به خاطر همین یه قسمتی از یخ ذوب میشه، یه قسمتیش باقی میمونه. حالا میگم آقا 268800 تا گرما نیاز دارم. کل گرمایی که این آبه داره تأمین میکنه 201600. حالا من با این 201600 چقدر میتونم از اون یخ رو ذوب کنم به دست بیار؟ چجوری به دست بیارم؟ میگم آقا این 201600 رو جامم کمه مساوی MLF میذارم. این M جرم اون قسمتی از اون یخ هست که داره ذوب میشه. که اینو حساب کنیم 21600 مساوی ام ضرب در 3 3 6 3 تا 0، که این ام در میاد. عدد بگو من. این 64. این 60. جواب شما با 60 من گفتید دیگه، مهم نیست. این 60 بله. خب این درست. حالا این ام چند میشه؟ میشه 6 دهم کیلو. یعنی چند؟ یعنی 600 گرم. میدونی این یعنی چی؟ یعنی آقا منی که 268 تا انرژی نیاز داشتم تا کل یخ رو ذوب کنم، با 201000 که این آب تأمین کرده 600 گرمش رو ذوب کردم. 600 گرم از یخ ذوب شده. چقدرش باقی مونده؟ 800 گرم بوده، 200 گرمش یخ مونده. حالا سوال از من چی پرسیده؟ سوال پرسیده چقدر آب داریم. ما از قبل 800 گرم آب داشتیم، 600 گرم هم که اون پایین در آوردیم که یخه ذوب شده. پس من 800 به اضافه 600 تا آب دارم، یعنی 1400 گرم، یعنی 1.14 کیلوگرم. حالا اینو از اول تا آخر داری می نویسی، نگاه بنداز. سوال
خب یک بار دیگه آخرش رو بره. درست کنم کل راحلم معلوم باشه. الان کل راحلم معلومه دیگه. یه ذره جام کمه، اینو من بعدیش درست می‌نویسم. کوچیک‌تر و درست‌تر می‌نویسم. حالا من فهمی کردم مساوی میشه اون تیکه پایینش رو جا نداشتم واسش. یه بار دیگه. آقا من گرمایی که نیاز بود تا یخ آب بشه رو در آوردم 268000. گرمایی که آب میتونست تأمین کنه 201000. پس آب قدرت اینو نداره که همش رو ذوب کنه. قدرت اینو نداره که همش رو ذوب کنه. خب چیکار کنیم؟ میایم میگیم خب همون مقداری که آب گرما داره باعث ذوب میشه دیگه. پس همون 221600 مساوی MLF گذاشتم. امی که از اینجا در میاد جرم یخ ذوب شده است. یعنی از اون 800 گرم یخی که اول سوال گفته 600 تاش ذوب میشه، 200 تاش میمونه. حالا 600 تا آب اینجا تولید شد، 800 تا هم که از قبل بود. پرسیده کلن چقدر آب داریم؟ 1400 گرم، یعنی 1.4 کیلوگرم. حالا بریم سوال بعدی. سعی کن تو آخرش حالا بریم همینطوری ها، مقایسه کن. بچه ها سوال بعدی نها کنید. 1 کیلو یخ منفی 10، 5 کیلو آب 20. خب نمیدونم الان بعد تعادل چی دارم. اتفاقا سوالم پرسیده بعد تعادل چی داریم. چی فرض میکنید؟ فرض میکنید بعد تعادل آب 0 داریم. حالا مثل بالایی گرما رو به دست بیار تا مقایسه کنیم با هم. حالا اینو برم. خوب دقت کنم، من هر جایی که تا هر جا رفتی استاپ کن.
یک کیلو یخ منفی 10 5 کیلو آب 20. پس از برقرار تعادل چی داریم؟ نمیدونیم. پس چی فرض کنیم؟ فرض کنیم پس از تعادل آب صفر داریم، پس میشه یخ منفی 10 تبدیل میشه به یخ صفر، بعد تبدیل میشه به آب صفر. اون آب هم که کلن آب 20 بوده تبدیل میشه به آب صفر. تعریفش رو گفتیم اینطوری فرض میکنیم. حالا بریم جلو ببینیم چه داستانیه. یه ذره اینا من پاک کنم که استفاده کنم این فضا رو. میام میگم خب بیا گرمای بالایی رو حساب کن. MC دلتا تتا به اضافه MLF. چرا؟ چون قراره که یه MC دلتا تتا یخو گرم کنه، یه MLF هم ذوبش کنه. حالا این دوتا رو عدد بذاریم. یخمون جرمش چنده؟ یک کیلو. خیلی خوبه، این یک ها خیلی خوبه. سی چنده؟ سی یخ 2100. چقدر دماش زیاد شده بچه ها؟ 10 تا. به اضافه یک کیلو الف هم 3 3 6 3 تا 3، که این عددش بکنم میشه 357000 جول. اگه اشتباه کردم که بعدم بگی درست. بعد گرمای پایینی هم حساب کنیم. من میذاره توام بنویسم که جا بشه، بالاتر بنویسیم. این هم که مشخصه MC دلتا تتا. یعنی چی؟ امش چنده؟ چند کیلو آب؟ 5 کیلو. سیش 4200. دلتا تتا چنده؟ از 20 شده 0، یعنی منفی 20. اینم 5200 بکنم میشه 420000 اگه اشتباه کنم. بعد حالا بیا مقایسه کن. آقا من کل یخم هر چی که هست گرمش کنم، ذوبشم کنم، 357 تا انرژی میخواد. ولی آب داره به من چقدر انرژی میده؟ 420 تا. چه اتفاقی میفته؟ قطعاً آب همه یخو ذوب میکنه. پس تمام یخ ذوب میشه. اینجا کار تموم میشه؟ نه آقا، 357 تاشو میگیره ذوب میشه. بقیهش چی میشه از اون 420؟ بقیهش کجا میره؟ بچه ها بقیه اون 420 صرف حالا گرم شدن این آبه میشه. یعنی چی؟ یعنی فرضم غلط بوده بچه ها. من آب تتا درجه دارم، چی کار میکنم؟ خوب دقت کن. میگم آقا کیو باقی مانده میشه چی؟ میشه 420000 منهای 357000. اینو به من عدد میگید؟ عدد راحته، 60 میگیرم میشه 60 63. بچه ها از اون 420000 جول، 420000 جول، 357 تاش رفت یخو ذوب کرد تمام. حالا 63 تاش مونده. این 63 تا باعث چی میشه؟ باعث گرم کردن همه اون آبا. همه آبا چیه؟ 1 کیلو یخ آب شده، 5 کیلو آبم از قبل بوده، یعنی 6 کیلو آب. پس میگم این برابر با چیه؟ MC دلتا دتا. M 6ه، M کل آب ها. میگم خب 63 3 تا 0 مساوی 6 تا 4200 دلتا تتا. دلتا تتا چند میشه؟ 2.5 میگید. دلتا تتا 2.5 میشه. یعنی چی؟ یعنی آقا این مابقیه، این باقی مونده گرمایه آب صفر رو تبدیل کرد به آب
2.5 یعنی 0 شد 2.5. پس من 6 کیلو آب 2.5 دارم. جواب میشه 3. این من مثلا سخت ترین سوال. بریم سوال بعدی. بچه‌ها هم که سوال دارن جواب بدیم. مجیدی میگه بعدی از تیپ 2 حل میشه. خب من آخه نمیدونم که یخ 100 گرم یخ 0 دارم، 400 گرم آب 30 دارم، آیا میدونم کدومو ذوب میکنه؟ اگه فکر میکنی آب سیه اونقدر گرمه که اونو ذوب میکنه، آره روش دوم برو. ولی خب من چون میخوام این روش رو هی تمرین کنم، دوباره فرض میکنم آب سفت دارم، تهش رو نمیدونم دیگه. خب میگم خب یخ سفت، بله این قراره بشه آب صفر و این هم قراره بشه ببخشید آره حله یخ صفر تمام ببخشید تمام. بعد از اون طرف آب سی هم قراره بشه آب صفر، چون تهشو نمیدونم. اوکی حالا بیام گرمه ها رو جدا حساب کنم. میگم این بنده خدا MLF نیاز داره، اون پایینیه MC دلتا تتا میتونه بده. حالا به عدد بذاریم 100 گرم یخ 1/10، LF چنده؟ طبق بر 3 3 6، 3 تا 0 میشه 336، 2 تا 0. یعنی یخ من 33,000 تا انرژی نیاز داره. حالا این آب چقدر میتونه تامین کنه؟ 14 هم 4 و 200، دلتا دتا مون هم که -30. خب اینو مدد برسونید 50 400، 50 400. آقا کل یخ من میخواد ذوب بشه 33 تا انرژی میخواد، من 50 تا انرژی دارم، پس چه اتفاقی میفته؟ پس قطعا کل یخه چی میشه؟ ذوب میشه. حالا کل یخ ذوب بشه کیو باقی ماندم چقدره بچه ها؟ اختلاف اینا چقدره؟ 50 و 400 منهای 33 600، اختلاف اینا چقدره؟ عددش رو هم میگیم 16 800، یعنی 16,800 تا باقی میمونه از گرما. حالا این باعث چی میشه؟ باعث گرم شدن اون آبه میشه. بیام اینجا، پس این 16,800 میشه، در واقع میشه MC دلتا دتا M کل آب ها. اینو هی نویسم، این اختلافه صرف گرم کردن همه آبا میشه. همه آبا چقدرن؟ 0.5 کیلو، 100 گرم، 400 گرم، 30 شنده، 4200 دلتا 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 در میاد، فکر کنم 8 دیدم تو جوابات، دلتا دلتا در میاد 8، 8 میشه 44 16 تا، بله یعنی آب 8 دارم. بچه ها اوکیه؟ مفهوم اوکیه؟ این سوالا خیلی سوالای خوبه، کلا مفهومه، کلا باید هی بفهمی، هی با خود حرف بزنی بگی خب این که اینقدر شد مصرف میکنه، ما بقیش میمونه. سوالای خیلی خوبیه. حالا بچه هایی که سوال دارن بپرسن، اونایی که سوال ندارن یه اوکی بفرستن، ما ببینیم چند چند. خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه.
خب خیلی عالی، خیلی عالی. بریم سوال بعدی، بریم سوال بعدی، آخرین سوال آب و یخ. 1 کیلو یخ و 4 کیلو آب در حال تعادلن. بچه ها در حال تعادلن یعنی چی؟ یعنی آب و یخ داریم، دمای چند؟ 0. به این مجموعه 546 تا گرما میدیم از بیرون. گرما مثلا بهش رو گشمش رو گاز، 546 تا گرما میدیم. پس از رسیدن به تعادل دمای آب چقدره؟ این خیلی راحته، خیلی قشنگه. آقا بچه ها، آب و یخ اولین کسی که گرما رو میگیره کیه؟ یخ. یخه باید چه اتفاقی واسش بیفته؟ ذوب شه. بیایم اولا حساب کنیم ببینیم اگه من یخم که 1 کیلو بخواد آب شه چقدر گرما نیاز داره. میگم خب کیلویی که یخ نیاز داره تا ذوب شه ML. چند کیلو یخ؟ 1 کیلو. گرمای یعنی نهان ذوبش چقدره؟ 336 کیلو جول. قبوله؟ یعنی این بنده خدا 336 کیلو جول میخواد تا ذوب شه. من چقدر بهش گرما دادم؟ من 546 کیلو جول گرما دادم. بچه ها یخه ذوب میشه یا نه؟ جواب بده من. بله نه. یخه ذوب میشه یا نه؟ جواب بفرست ببینم. بله یخه ذوب میشه. چرا؟ چون گرمایی که یخه نیاز داره 336 تاست، ولی گرمایی که من دارم میدم 500 خورده ایه. قطعا یخه ذوب میشه. حالا بچه ها اختلاف گرمای نصیب کی میشه؟ اون اختلاف گرمای اصلا چنده؟ منها کنیم 546 منهای 336، اون اختلافیه که باقی مونده، هنوز گرمای باقی مانده. خب چقدر میشه؟ 3 90 تا، 90 تا میشه 440، 210 تا، 210 تا، 210 تا کیلو جول. دقت کن بعداً بشه جولا. خب از اون 500 تا 300 خورده اش میشه یخ و ذوب میکنه، 210 تا چی میشه؟ مساوی میشه با MC دلتا تتا. ام کی؟ کل آب ها. حالا میگم 210,000 برابر با ام 5. چرا 5؟ 1 کیلو یخ آب شده، 4 کیلو هم که از قبل مونده 5 تا. 34,200 دلتا تتا در میاد. دلتا تتامون این خودم حساب کنم، 42 با 21 میشه 2، صفراش که بره این میشه 100. 2 5 تا 10 تا دلتا تتا میشه 10. یعنی چی؟ یعنی آب 10 درجه دارم، یعنی اون گرما یه مقداریش یخ و ذوب کم، یه مقداریش هم آب حاصل رو به علاوه آب اولیه رو گرم کرد. خب حالا شما سال دهم آزمون سنجش میدادید و آزمون مدارس برتر میدادید. بعد اون موقعی که این سوالا میومد خیلی سوالای سختی بود. ما پارسال برداشتم آزمون دهمی که بچه‌ها داده بودن و آوردم سر کلاس بعد این قضیه، بعد حل کردیم، گفتن چقدر راحت بوده. مثلا چرا ما اون گرماه رو 70-80 نتونستیم بزنیم، چرا 20% زدیم؟ این قسمت ها قسمت های سخت اون موقع بوده. حالا من این سال کسی میخواد بنویسه بنویسه، سال قبلی هم همینطور. از زوم خارجش کنم که هر دوتاش معلوم بشه. بله این دوتا سوال اگه یادداشت میخوای بکنی یادداشت کن تا بریم موضوع و سوال آخره که شبیه اینه. ها
آقا هم مقدسی منداختی بیرون؟ کلاس هم چی میگن؟ ببین شما هم مقدسی؟ خب مقدسی که سر کلاسه. دیگه چی بود همت؟ یکی دیگه چی بوده؟ سوال یکی بالایی هم دیگه؟ استاد محمد جنبی اون هم داره مشکل شد نمیخوان از کلاس آقای تورانی تحت اطلاع شما ایشون تأخیر داشتن ساعت اول اومدن ساعت دوم تأخیر داشتن الان بس این کلاسه که اولیاشون تماس بگیرن در جریان باشی معواصمون هست که سر کلاس کی بیرون افتاده آقای ترابی و سایر رو بستن برای همین رو از کردن حالا میام صفحه 52 یه سوالم قدیمه اومده از آب و بخار که اینم با هم حل کنیم اصلا چیز خاصی نیست همون روشای قبلیه فقط به جای الف الوی میذاریم میگه چند گرم بخار آب سرد در 500 و نود گرم آب 10 وارد کنیم دمای تعادل بشه 50 اینم یه تهش داده دیگه میگم خب این آب 10 باید بشه چی؟ آب 50 از اون طرف بخار 100 اول باید بشه آب 100 بعد باید بشه ماجیکم افتاد خب بعد باید بشه آب 50 بعد چون اینا دیگه تهش مشخصه دیگه میتونیم گرما رو با هم جمع کنیم همون روش تیپ اول دومه دیگه تیپ اولی در واقع میگم خب میگم کیو دیگه ننکسم دیگه اول یه ام سی دلتا تتا واسه اینه واسه آب بعد یه MLV داریم که بخاره شده آب بعد یه دونه MC دلتا تتا داریم مساویه با صفر حالا عدد بذاریم اولا که بخاره این M بخاره در واقع MPDM بعد حالا M آب 590 صفر مایز 590 سی آب میتونی هم بذار گرم بذاریم دیگه 590 سی آب 4.2 بعد اختلاف دما از 10 میشه 50 میشه 40 به اضافه چند گرم بخار نمیدونم الوی هم گفته 2.268 اینم چون گرم در میاد اینم جول بر گرم داده به اضافه امپیریم 4.2 اینجا آب 100 میشه آب 50 یعنی اختلاف دما منفی 50 بعد دیگه امش در میاد معادل الکلی بچه ها میگن میشه 40 امپیریمه میشه 40 گرم خب خب
خب بچه ها سوال بپرسید. بچه ها سوال. خب بچه ها یه اوکی همه بدن، یه اوکی همه بدن. همه اوکی بدن؟ خب بچه ها این قسمتی که الان امروز تموم کردیم، کار کردیم، تموم کردیم، یه قسمتیه که سخت‌ترین قسمت سال دهمه. یعنی ما الان سخت‌ترین قسمت سال دهم رو با هم کار کردیم، تموم شد و اگر هم کسی ایراد داره حالا سوالا رو حل کنید، هم جا میفته هم میتونید بپرس. من نظر من کلن این قسمت سخت‌ترین قسمت سال 10 و 11ه، یعنی سخت‌ترین قسمت کل پایه است. خب ولی خب با هم کار کردیم و ظاهرن که خب امروز تو آزمون شب، بله، تا همین جایی که درس دادم، یعنی تا همین صفحه 52 سوال میدم، منتها از این قسمت یه دونه سوال میدم که فقط ببینیم بچه ها حل میکنن یا نه. خب حالا نه تموم نشده که، شاهانی شما هم خسته نباش. حالا بچه ها از صفحه 1 تا صفحه 52 جزوه توی کنکورتون یک یا دو سوال میاد. توی کنکورتون از صفحه 1 تا 53 یه دونه یا دو تا سوال میاد. از صفحه 53 به بعد 3 تا سوال میاد، یعنی کلا میشه 4 تا، بعضی موقعا 5 تا. از اینجا به بعد 3 تا سوال میاد. حالا از اینجا باید دقت کنید، ما یه بحث گرما داشتیم تموم شد، حالا اینجا بحث عوامل، بحث در واقع چیزایی که گرما روش تأثیر میذاره، یعنی عوامل ناشی از گرما. حالا میخوایم انبساط رو شروع کنیم. فقط تعریفش رو شروع کنم، تو این دو سه دقیقه یه سوال هم حل کنیم و تمام. بچه ها وقتی به یه جسمی گرما میدیم، جسممون منبسط میشه، بجز پلاستیکا و آب صفر تا 5 درجه که اینو بعدا جلوتر با هم بحث میکنیم. همه ماده ها وقتی گرما میگیرن بزرگ میشن، منبسط میشن، حجمشون، طولشون، سطحشون زیاد میشه، بجز این دوتا که این دوتا رو بعدا بحث میکنیم. حالا بچه ها افزایش طول ناشی از دما از این رابطه در میاد، دلتا ال میشه ال یک آلفا دلتا تتا. دلتا ال چیه؟ ال یک چیه؟ این یه میله است. به این گرما میدیم، این برشم کسیده به دیوار، به این گرما میدیم، این میله شروع میکنه منبسط میشه. فرضم میکنیم از ابعاد، یعنی از ایگرگ و از زد منبسط نمیشه، فقط طولش بزرگ میشه، یعنی تو راستاهای قطر رو اینا بزرگ نمیشه. بچه ها این طول اولیش بوده، این تغییر طولشه دلتا ال. آلفا جنسشه، به آلفا میگیم ضریب انبساط، طولی یا خطی. آلفا هست ضریب انبساط طولی یا خطی. حالا آلفا واحدش چیه؟ یک بر کلوین یا یک بر درجه سانتیگراد. آلفا به چی بستگی داره؟ آلفا به جنس بستگی داره، جنس ماده، آلومینیومه،
آهن، مس، روی، کوبالت. حالا دلتا ال، ال یک آلفا، دلتا تتا. ال یک طول اولیه، آلفا ضریب مساحت خطی یا طولی، دلتا تتا هم تغییرات دما. بچه ها رابطه روبرویی رو نوشتم ولی ازش استفاده نمی کنم. چرا؟ فقط نوشتم که بعدا فکر نکنید جایی دیدی اه چه رابطه یه چیه، از این استفاده نمی کنید. هر چقدر رابطه همون کمتر راحت تر، از همون رابطه همه سوالا رو حل می کنید. دلتا ال، ال یک آلفا، دلتا تتا. آلفا چیه؟ ضریب انبساط طولی یا خطی. واحدش چیه؟ یک بر کلوین یا یک بر درجه سانتیگراد. به چی مربوطه؟ به جنس ماده. تجربی 92 سوال حل کنیم. میگه طول تیراهنی 12، این چیه؟ ال یک. اگه دماش از 0 بشه 50، خب منها کن میشه دلتا تتا. طول آن چند میلیمتر افزایش پیدا میکنه؟ میگم خب دلتا ال، ال یک آلفا، دلتا تتا. ال یک 12، آلفا چنده؟ 1 و 2 در به توان منفی 5، اینم که 50. این رو ضرب و تقسیم کنیم، 5 تا 1 و 2 دهم میشه 6، با اون صفره میشه 60. 6 تا 12 تا هم 72 میشه 720 در به توان منفی 5، این میشه واحدش متر. ولی این جواب نیست، به من میگه چند میلیمتر. بچه ها چون میخوای به میلی تبدیل کنی، در به توان منفی 3 رو مثبت میکنی. یادت تبدیل باید؟ چون میخوایم به میلی تبدیل کنیم، باید اون پیشوند رو قرینه کنیم. میشه چند؟ میشه 7.2 میلیمتر. یعنی طول من 7.2 میلیمتر زیاد شده. طول من 7.2 میلیمتر زیاد شده. چرا؟ چون دمام زیاد شده بود. حل یا نه؟ حل یا نه؟ اوکی. حالا این که هایلایت کردم، این جنسه که آلفا به چی بستگی داره، واحدا هر چی تو این صفحه هست باید تو جزوه هم باشه. اگه نوشتی خلاص.